سرخط خبرها افغانستان عضویت دائمی مجمع همکاری های اقتصادی پارلمانی بیکورابت دست آورد. باز هم یک انفجار خونین دیگر در کابل. مشاور امنیت ملی طالبان از یک سال به این سو از ملا هیبت الله احوالی ندارند. نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی پرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. و نقل از صفحه رسمی 8 صبح. افغانستان عضویت دائمی مجمع همکاری های اقتصادی پارلمانی بیکورابت دست آورد. 8 صبح کابل. مجلس نمایندگان میگوید که افغانستان با امضای منشور مجمع همکاری های اقتصادی پارلمانی بیکوبا طور رسمی عضویت دائمی این سازمان را به دست آورد. این نهاد روز چهارشنبه 12 جوزا با نشر اعلامیه گفته است که میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در سفرش به پاکستان منشور مجمع همکاری های اقتصادی پارلمانی بیکورا امضا کرده است. طبق معلومات مجلس نمایندگان، در حال حاضر کشورهای ایران، پاکستان، آذربایجان، ترکیه، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و افغانستان از اعضای بیکواند. گفتنی هست که افغانستان و 3 کشور دیگر به تازگی عضویت این سازمان را به دست آورده است. مجلس نمایندگان می گوید که عضویت در مجمع همکاری های اقتصادی پارلمانی بیکو روی رشد اقتصادی و ترانزیتی کشورهای عضو مؤثر است. مجلس نمایندگان در این اعلامیه گفته است که بر اساس پیشنهاد رئیسان دارالانشاهای کشورهای عضو و تصویب کمیته اجرایی بیکو قرار است که سال آینده 3مین اجلاس این مجمع در کابل برگزار شود. همچنان مجلس نمایندگان گفته است که بر اساس تصمیم کمیته اجرایی این سازمان، میررحمان رحمانی به عنوان رئیس و عبدالقادر زازی وطن‌دوست به عنوان سکرتر جنرال این مجمع انتخاب شده اند و برای یک سال مجمع همکاری های اقتصادی بیکورا ریاست می کنند. در عین حال، به نقل از صفحه رسمی بی بی سی دری، باز هم یک انفجار خونین دیگر در کابل. انفجار ماین در یک موتر شخصی در کابل جان 4 نفر را گرفت. پلیس کابل می گوید حوالی ساعت 1:45 بعد از ظهر امروز به وقت افغانستان، موتری از نوع تونس شخصی هدف انفجار ماین قرار گرفته است. 4 نفر کشته و بیش از 4 تن دیگر زخمی شده اند. این رویداد در ناحیه 6 جاده عمومی 4 قلعه در پایتخت افغانستان رخ داده است. زخمیان به شفاخانه انتقال داده شده اند. پلیس گفته که تحقیقات آغاز شده است. مسئولیت این رویداد را هنوز کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. ترورهای هدفمند و انفجار ماین‌های مغناطیسی و کنار جاده‌ای در شهرهای بزرگ افغانستان در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. روز 3 شنبه 2 بس لینی حامل مسافران در غرب کابل هدف انفجار ماین قرار گرفت که در نتیجه 10 نفر کشته شدند و 12 تن دیگر زخمی. روز 3 شنبه 29 می یک موتر از نوع کاستر حاملان استادان و دانش
جویان دانشگاه البیرونی در شهر چاریکار هدف ماین قرار گرفت. 4 نفر از جمله 2 استاد این دانشگاه کشته شدند و 15 تن دیگر زخم برداشتند. در عین حال، نقل از صفحه رسمی 8 صبح، مشاور امنیت ملی طالبان از 1 سال به این سو از ملا هیبت الله احوالی ندارند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور میگوید که گروه طالبان از 12 ماه به این سو از ملا هیبت الله رهبر این گروه احوالی ندارد. او روز شنبه 8 جوزا در نشست خبری مسئولان ارشد امنیتی گفت هیچ معلوم نیست که هیبت الله هست یا نیست. نه کسی صدایش را شنیده و نه کسی با او دیده. معلومات استخباراتی همین را تایید می کند. بیشتر منابع موثق از شهر کویته بر روزنامه 8 صبح گفت که ملا هیبت الله آخونزاده رهبر گروه طالبان یک جا با ملا مطیع الله رئیس استخبارات و حافظه عبدالمجید مسئول مالی این گروه در انفجاری در پاکستان کشته شده اند. زمان دقیق این رویداد مشخص نیست. طالبان این گزارش را تایید نکردند. از نشانی رهبر طالبان پیامی به مناسبت عید چندی پیش نشر شد. این پیام کتبی بود. این گروه درباره اظهارات مشاور امنیت ملی چیزی نگفته است. در عین حال، به نقل از صفحه رسمی 8 صبح، امنیت ملی برنامه حمله بر تاسیسات دولتی در ولایت هرات را خنثا کرد. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که برنامه حمله طالبان به تاسیسات دولتی در هرات را با بازداشت طراحان آن خنثا کرده است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.